توافقنامه محافظت در برابر سوء استفاده از هوش مصنوعی بین 18 کشور منعقد شد. این توافق اطمینان می‌دهد که سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن باشند و برای سوء استفاده از مردم استفاده نشوند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فاطمه موسوی. مقابله اساسی با سوء استفاده از مهارت‌های گسترده هوش مصنوعی به یک چالش جدی در عرصه بین‌المللی و جوامع کشورهای جهان تبدیل شده است. حال ایالات متحده آمریکا، آلمان و 16 کشور دیگر جهان بر سر برخورد مشترک با این معضل به توافق رسیدند و روز 27 نوامبر 6 آذر ماه اولین توافق بین‌المللی 20 صفحه‌ای در مورد امنیت هوش مصنوعی را رونمایی و امضا کردند. این نخستین توافقنامه بین المللی در این زمینه است که به طور جامع و مفصل در قالب یک سند 20 صفحه‌ای حاصل شده است. محور اصلی این توافقنامه بر روی برقراری امنیت از سوی تولید کنندگان و توسعه دهندگان هوش مصنوعی برای مشتریان و عموم مردم تدوین شده است. این توافقنامه غیر الزام آور توسط 18 کشور جهان امضا شده است. محتوای اصلی آن میگوید شرکت‌ها باید هوش مصنوعی را به شکلی توسعه دهند که از عموم در برابر سوء استفاده محافظت کند. با این حال، جن ایسترلی، مدیر آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده میگوید امضای این توافقنامه توسط کشورهای مختلف موضوعی مهم است و نشان می‌دهد که کشورها به ایمن‌سازی هوش مصنوعی اهمیت داده و آن را در اولویت خود قرار می‌دهند. ظهور هوش مصنوعی نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده که چنین توافقنامه‌هایی سعی می‌کنند این نگرانی‌ها را به حداقل برسانند. از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی گزارش داد نهمین اجلاس جهانی حلال با موضوع دروازه‌ای به سوی اقتصاد جهانی حلال، شناخت و آزادسازی پتانسیل‌ها دوشنبه در استانبول برگزار شد و در سومین روز این اجلاس مجموعی از پنل‌ها در مورد تجزیه و تحلیل صنعت غذای حلال، دیجیتالی شدن بازار حلال و ارتقای کیفیت زندگی حلال با هوش مصنوعی برگزار گردید. 15 سخنران از کشورهایی مانند پاکستان، مالزی، بریتانیا، آرژانتین و روسیه در 3 پنل شرکت کردند و تجربیات و فعالیت‌های خود را در مورد موضوعات مربوط به محصولات بازار حلال و آزمایش آنها به اشتراک گذاشتند. در این جلسات تأکید شد که در صورت انحصار هوش مصنوعی، بازار حلال متضرر می‌شود. در این جلسات همچنین بر لزوم دیجیتالی شدن سریع صنعت حلال تأکید شد و کارشناسان کمبود آموزش را یکی از بزرگترین موانع توسعه آن ذکر کردند. ملودی عمل خلیل کابالان از بخش روابط بین المللی و مدیر شرکت تولید غذای حلال آرژانتین هم در این گرد همایی با تأکید بر اهمیت آموزش در زمینه صنعت حلال برای جلوگیری از فروش محصولات تقلبی دارای گواهی حلال بر اهمیت تمایز بین حلال و حرام در زندگی دینی 2 میلیارد مسلمان جهان تأکید کرد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. گفتگو می‌کنم با صفا کلم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی که از تهران با ما هستند. ضمن سلام و وقت بخیر خدمت شما. جناب آقای کرم، آیا با این توافق امکان مقابله با سوء استفاده ها و کاهش نگرانی وجود داره؟ سلام عرض می‌کنم خدمتتون و بینندگان. بله، اما تا حدی. ببینید، توافق جدید برای مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی و شامل خیلی چیزاست، مثل نظارت بر داده ها، سیستم ها و محافظت از سیستم ها و جلوگیری از دستکاری سیستم ها و اتفاقاتی که داره میفته با استفاده از هوش مصنوعی. ولی باید یه سری اتفاقات بیفته و همه قبولش کنن، یعنی یه سری کشورهای دیگه بجز این کشورهای که الان این توافقنامه رو امضا کردن و اتفاقا الزام آور هم نیست، باید برگرده سمت الزام آور شدنش تا این از این خطر و سوء استفاده و کاهش نگرانی کمتر بشه. بله، با توجه به غیر الزام آور بودن این توافقنامه، چه اقدامات مؤثر بیشتری برای رفع نگرانی ها و کاهش سوء استفاده باید در نظر گرفت؟ ببینید، باید این حالت توافقنامه غیر الزام رو به حالت یه سند الزام آور تبدیل کنن در درجه اول. بعد یه چهارچوب جامع تری رو براش توسعه بدن
که اکثر کشورها بتونن قبول کنن و بیان تو جمع این سند ارزان‌آوری که ایجاد شده، یه مقدار آموزش و آگاهی بیشتر در مورد خطرات هوش مصنوعی هم باید ایجاد بشه توسط حالا نهادهای آموزشی و جای دیگه، و ایجاد یه نهاد نظارتی میتونه خیلی کمک کنه و توسعه استانداردهای امنیتی هم میتونه به این قضیه بسیار بسیار کمک کنه. بله جناب کلم، به نظر شما چه راهکارهایی برای مقابله با این مسئله در صنعت حلال و مقابله با محصولات تقلبی وجود داره؟ خب قدم اولش اینه که ما یه سری چارچوب باید ایجاد کنیم واسه صنعت حلال تو هوش مصنوعی، که این چارچوب باید حالا نوشته بشه، توافق بشه، در موردش صحبت بشه و گسترش داده بشه. بعد مورد دومش توسعه فناوری‌ها برای تشخیص محصولات تقلبیه تو صنعت حلال، و قسمت سومش که خیلی مهمتر از همه است، تربیت، آموزش و آگاهی عمومی در مورد خرید محصولات حلال است. بله متشکرم از توضیحاتتون. صفا کلم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران با ما بودند. خواهش می‌کنم. مرسی.